روز و شب جنگ و صدای گلوله در هر گوشه و کنار افغانستان وحشت را ایجاد کرده است. شعله نبرد هر روز فروزانتر می شود و دامنه‌اش گسترده تر. در 4 ماه پسین خونین‌ترین جنگ در افغانستان را اندازی شده و همکنون به گونه شدید جریان دارد. وزارت دفاع ملی میگوید عملیات‌های نیروهای ارتش ملی در برابر هراس افغانان 41 ولسوالی را از سقوط بیرون ساخت. در طول همین 4 ماه بیشتر از صدها حملات هجومی را اردوی ملی افغانستان با کمک و حمایت مردم افغانستان دفتر کرده. بیشتر از 41 ولسوالی را ما نجات دادیم از سقوط. روز گذشته ولسوالی نوزاد هلمند به تصرف طالبان درآمد، اما مقامات وزارت دفاع آن را برخواسته از عقب نشینی تاکتیکی نظامیان افغان می دانند. همین گونه گفته شده بخش های از ولسوالی های قلعه زال، دشت ارچی و امام صاحب قندوز نیز زیر تصرف طالبان است، اما وزارت دفاع ملی می افزاید در آینده نزدیک همه را واپس خواهند گرفت. فقط صرفا فشار و تهدید سلاح ثقیل و تهاجم دشمنی که در ولسوالی نوزاد متوجه قطعات و جستامای اردوی ملی بود، صرفا یک تغییر تکتیکی در فاصله تقریبا 4 کیلومتری ولسوالی یک تغییر آمده و امیدوار هستیم که در زمان بسیار کم پس دوباره هم نقطه‌ای که در اوجا گویا ولسوالی بود انشاءالله به تصرف نهادهای امنیتی و قوتهای شما خواهد آمد. ولسوالی ناوه غزنی، خاک افغان در زابل، بغران و دیشو در هلمند کاملا در تصرف طالبان قرار دارند. طالبان امسال در تمامی بخش‌های افغانستان به شورشگری پرداختند، با این هدف که گفته می‌شود دنبال تصرف مراکز ولایت‌ها و ایجاد پایگاه‌ها بودند. اما نیروهای امنیتی کشور تأکید دارند که هدف هراس افغانان را زیر خاک دفن خواهند کرد.